بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام احترام آرزو دارم جور و صدمن باشین تشکر که برنامه را تقیب میکنین و از پیام های مقبولتان از امکاری های مادی و معنویتان سپاسگزار استیم دوست از نازنین کتاب بیاندیشید و سروتمند شویده که کتاب بسیار خوب در زمینه موفقیت فردی و موفقیت مالی از خدمت شما تشریح میکردیم از سر ناپلیون هیل و 26 برنامه خدمتتان ارائه کردیم برنامه 27 است به فصل یک کتاب رسیدیم انوان آورده که مغز استگاهی گرنده و فرستنده دوستای نازنینم اصلا تفاوت انسان با موجودات دیگه در مغزشان است مغز یعنی مغز هم اینجا به خاطر سر میز ماندیم و اونو در لوگوی ما هم مغز است و می کل تلاش ما با مغز است که ما میتونیم کری زمینه بسازیم کل گپ از مغز ما شروع میشه موفقیت و شکست از اینجا شروع میشه چی و باور اینجا تولید میکنیم باور به با موفقیت به پیشرفت به پیروزی به توانایی هم اگر باور به با شکست ناکامی یس پریشانی شکست است ببینیم چی میگه هر کس میتواند آرزوی ثروت داشته باشد و اغلب هم ندارند. اختیار انسان است بزیاد. دنبال ثروت هستند سروت نه تنها پول جانجوری کمال اخلاق معنویات انسانیت روابط خوب کلش ثروت است بعضی هم نیست دنبال از اینا توی کی کتاب گوش میکنی دنبال سروت هستی دنبال خوب شدن هستی یک تعداد که کتاب نیره چی کنم برنامه چی کار داریم کاکای فلانی با کفترایش فلانی جان با شروع پختنش او برنامه را خوش داره او دنبال کمالات نیست فرق تو دوست نازنینه ما که برات احترام داریم ما که تو دوست داریم به خاطر که با اونو مرد ما فرق داریم اما تنها معدودی از آنها می که یک برنامه مشخص به اضافه اشتیاق سوزان تنها رای انباشت ثروت است از کجا میشه ثروت که پول باشه یا معنویات یا خوبی ها یکی اهداف مشخص برنامه مشخص دوم اشتیاق بر رسیدنش گام دوازدهم به سوی ثروت بر ما یازده گام قبلا تشریح کرد مییم سر گام دوازدهم بیش از چل سال قبل با دکتر الکساندر گراهام بل و دکتر المر گیتس همکاری میکردم همین ناپلون هیل همان زمان به این نتیجه رسیدم که مغز انسان در آن واحد گیرنده و فرستنده ارتعاشات فکری است از وجه میفهمیدم که مغز است که مغز انسان نظیر اصلی که در پخش برنامه های رادیویی رعایت را می شود می تاند افکار را واسطه سایر مغزها پخش می شود دریافت کند در ارتباط با این مطلب موضوع تصور خلاق را به شکلی که در فصل مربوطش تشریح کردیم می گم مقایسه کنید دوستای نازنین ای چگه ترام نشه که یک فکر به دیگه فکر مخابره بشه اگه ترام نباشه حداقل شما با آدمای خوب با آدمای موفق سر و کار داشته باشین فکرای موفق پیدا میکنین از کلام از اونه. برات مثال میتونه همین برنامه رو که تو گوش میکنی ده تا تو برنامه بشنی مغز تو دیگه موج خلاقیت است مغز تو موج مثبت اندیشی است ناگزیر هستی تو میشه و اگر میری برنامه مزخرف تو دیگه که نمیتونی او دیگه همسایه که او برنامه مزخرف میبینه او ذهنش پر مزخرفات است بنا دوستان نازنینم همه که گفته میشه که فکر هر کس او سطح فکر دوستایش هست بسیار مهم است. اگر شما کت آدم های خوب سرکار داشته باشین کت آدم های باخلا کت آدم های موفق کت آدم های پرتلاش کت آدم های درس کت آدم های تجار اونم متو فکر را در کلیتان میگرد کت تجار باشه هر روز گپای تجارت هم میزن کت درس کت تنبل و مکتب گریز و آدم های لاوبالی بودی اونم فکر راست است تو هست 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 هم لاوبالی میشه است چرا؟ رو مشنوی؟ مشنوی؟, مشنوی مشنوی از شنیدن آدم تلقین میگیره یاد میگیره بنان خوب است که ما گپای خوب یاد بگیریم گوش کنین با کمک برنامه رای شده در فصل تلقین و خود و با روش آشنا شدید که می کمک کن میتون میل اندیشه رو با مدل پولیش تبدیل کرد همین که تو میگه خودت تلقین مثبت کنی که من خوب هستم من میتونم ما آدم با ارزش هستم با اهمیت هستم زحمتکش هستم صبور هستم پر تلاش استم سرخیز استم اینی چیزها رو بر خود تلقین کنی میشه اگر نه برعکس خراب میشه بزرگترین نیروهای نامل ناملموس چی است برای انسان گوش کنین دوستای نازنینم یک سلسله گپ است که ما زیاد متوجهش نمیشیم زیاد حس نمیکنیم ولی اینا بسیار نیرومند هستند میتونه بر انسان بسیار کمک کننده باشه میتونه انسان به یک انسان بزرگ تبدیل کنه میتونه انسان به یک انسان موفق تبدیل کنه که اگر ما او را متوجه باشیم استفاده کنیم یادتان باشه زندگی را همیشه با کارهای بزرگ نمیتونیم تغییر بدیم گام کوچک و پیوسته میتونه مثلا همینجا ما یک کتاب ماست عنوانش است عادت های یعنی خرد 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 خورد, 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 خورد کلان میشه تو چیزای خرد خورده خوب کو عادت یک کمی ورزش برس دندان کتاب خواندن نیم ساعت عبادت دو گپ خوب کلام این مجموعه زی نسبت هم یک سال بعد میبینی تو یک آدم دیگه عادت های کوچک کوچک میتونه زندگی تغییر بده انوان آورده داستان ایرتنگیز مغز همان طور که اعلان شد انسان با همه علم و اطلاع خود اطلاع چندانی از نیروی ناملموس اندیشه ندارد این یاد نگرفته که اندیشی خوب چقدر تاثیر میکنه یاد بگیرین اندیشی مثبت لطفاً حیفی ذهن پاکت نکرد که تو دوست داری نظرم میخوایی اینجا کسافات باشه در عوض بدن نی فکرهایی بد کسافاتیست که تو در مغزت که زریفترین عوض بس مندازی لطفا نکن انسان درباره شرایط فیزیکی مغز و شبکی پیچیده و ظریفان اطلاعات ناچیز در اختیار دارد خب کی کتاب که از پیش است ولی انوز هم در قرن 21 هم ناشناخته ترین پیدا مغز انسان هم میگن به اطلاعات ما کم است حتما به خیر ها کوشش میکنیم یک اناتومی و فیزیولوژی مغز تشریح بتونیم برتان برنامه را کم رایش تراش ناشه هر مغز خوب بشناسیم ما اون موفق میشیم هر چقدر مغز بلد باشیم اون قدر قدرت ما زیادتر میشه نیویورک تایمز در یکی از سرمقاله های خود نوشت که دست کم یکی از دانشگاه های بزرگ و یکی از پژوهشگران برجسته درباره پدیده در آل بررسی دقیق هستند که نتیجان بانچ ما در این فصل و فصل آینده آوردیم همخوانی فراوان دارد خلاصه تنیانی سر مغز کار میکنه دانشمند دا به شدت هم کار میکنه و به این خاطر است سه رشته اول دنیا در آینده یکی مغز انسان نیرو ساینس اگر میخواین از پیش قدم علم باشین نیرو ساینس بخونین کسایی که دوری متعلم مکتب استین نیرو ساینس درسای مکتب برتون رای ساختیم بگیریم بخون بخون, بخون نمره بلند کنکور بگیریم برین دت برین نیرو ساینس واو چی رشته است بعد از کل کار تاملات سر مغز است کار میکنه نشدین مثلا میگه ایلان ماسک کار میکنه که چپ جور کنه دماغ چپ بخوره که مثلا چپ انجینری رو اینجا بنداز تو انجینیر باشه دیگه ولی تخیلی مولو میشه ولی بلد چه شاید مثلا روزی برسه که تو یک زرق اینم اینجا بکنی امون نیرو ترانسمیتر ها تو کل فاکولتی تو برای زرق شده باشه از چقدر با مغز آشنا میشه مثلا شاید برسه یک وقتی بگوی ما ولی درس خوش ندارم یک تابلیت بتن بگوی را بخون و مون مدارای را فال میکنه که در مغز یک درس خونه. سه رشته، یکیش نیرو ساینس اقتصاد کمپیتر ساینس این سه رشته اول دنیاست، ساینس اقتصاد امی سه تا میتونه کل بخش های مدیریت کنه امروز هم دیگه نمیناسه چگونه میتوان از ذهن گروهی استفاده کرد اما طور که میدانیم دکتر راین درباره واکنش مغز نسبت به اس ششم بحث کرده است و من اکنون احساس میکنم که میتونم به گفته این را بیافزایم که من و همکارانم به این نتیجه رسیدیم که میتوان به گونه عملی از اس ششم استفاده کنیم ناپلیون هیل گپ میگه دوستای نازنین من خیره خیر بعض چیزا اگر 100 صد درصد ثابت نشده ولی یادتان باشه اس ششم چی وقتی خوش بین باشی وقتی مثبت بین باشی وقتی منتظر خوبی ها باشی خوبی ها برات میرسد در زندگی خدا کمکت میکنه از خدا بخوای به خدا دل مستی توست چیزای خورد نمیتونه مرا پریشان کنه تو در قلبم جای داری خدا هم برات ذهنت چنان باز کنه چنان فکرای خوب از یک طرف کتاب بخونی از یک طرف خدا کمکت کنه که تو از کتاب تو برداشت بتونی که هیچ کسی نتونسته تو از کتاب قیفز دارید که هیچ کس نتونسته از خدا بخواد قلب وصل کو خلوص نیت خلوص نیت این میالی برنامه را گوش میکنی بگو خدا به خاطر رضای توی برنامه را گوش میکنم کی یاد بگیرم چی از قانون مندیای های طبیعت خدای این برنامه را به خاطر تو بر دیگران شریک میسازم استفاده کنه ما به می امید میشینم خدایا ما صبح تا شام می اینم اینجا میشینم دمی شور بر بعضی ها که من مثلا 10 ساعت 12 ساعت سر این چیو درس حتی کنم باورش نمیشه میگه هیچ ولی وقتی نیتت خداییست خدا تقویتت میکنه هیچ نمیفهمی چطور گذشت ده ساعت بنامه دوستای نازنینم خدا به خدا خلوصتان خلوص نیت قلبتان وصل کنیم به من اصلی شما یک قدم بردارید ده قدم مسیر آسان میشه شما یک تلاش کنین ده تلاش دیگه برتان زیاد میشه کار خوب خدا ده چندان و صد چندان میکنه براتون شرایطی که با اشاره دارم اتحاد و اتفاق نزدیک میان من و دو تن از همکاران من است ما با کمک تجربه و عمل این نتیجه سیم که از هون خود را تحریک کنیم و با در آنها راه حل بسیار از مسائل را پیدا کنیم همین که شش نفر در یک گروه فکری خود یک جای می کنیم جلسه می خود چی کرده می بهتر فکر کنیم کلتان راه حل بگوین اوه طوفان میشه در زندگیتان یک ضرب مسئله بسیار مشهور است مرا خوش میاد میگه اگه یک سیب پیش ما باشه که پیش ما تبادله کنیم مردی ما یک سیب داریم ولی اگه یک فکر پیش ما باشه که پیش تو تو هم فکر تبا ما شاید ما حالی اردوی ما صاحب دو فکر هستیم خوبی فکریس. زیاد شده میره خوب شده میره خیلی ساده است ما دور یک میز می نشینیم درباره طبیعت مسئله که بان رو به روسی معرف می زنیم مرکز نظرش رو می گوید نکته جالب درباره این روش تحریک مغزی است که هر یک از ما در ارتباط با دانش قرار می گیریم به طور کامل خارج از ایتی دانش میگه میشینیم شما میتونید دیگه مشورت کردن که دین ما خوب گفته نیست میشینیم قضیه را میگیم اینه تو یک مشکل است کل ما نظر داده میریم و نظریات جمع میشه یک چیز سطره و مقبول جور میشه از او استفاده میکنیم اگر اصل مربوط به استفاده از امکانان را درک کرده باشید این را میدانید که روش روش گرد که در اینجا توضیح دادیم یکی از شیوه های مهم در استفاده از ذهن است همکارا فکرای خوب خوب میکنه یک ذهن به تنهایی نمیتونه وقتی از دوستایتان کمک میگیری نظریات میده که آه ایران میمونید چطور از ذهن بود همه شما میتونید با این نکته فرمول مشهور کارنگی را که در مقدمه کتاب آردیم درک کنید اگر تا به اینجا این فرمول برای شما مفهومی نداشته است پس از خواندن کتاب به این فصل بازگردید و آن را از نو بخوانید کارنگی کسی بود کمی کتاب به مشور شروع شد زنده باشه دوستای نازنینه رسیدیم به فصل چارده کتاب و شما همه قدر موضوعاتی را که گفتم سرش فکر کنین مهمترین گب دهی فصلی بود که کار گروهی بتانین از فکر هم دیگه استفاده کرده بتانین و یادتان باشه که نیروی فکر از نیروی جسمی هم کده قوی تر است متاسفانه انسان ها زیادشان تنها از نیروی فیزیکی خود از جسم خود کار میکشند اما از ذهن خود کار نمیکشند بزرگترین کمپیتر دنیا در بین دو گوش ما پیش ما است استفادهش کنیم اگر استفادهش کردیم برنده او پیروز است اگر نکردیم اون خشرکاری خود کردیم کلمون زحمت کشی خود کردیم کلمان و اگه این نیرو رو امرای نیروی فیزیکی یک جای کنی ولوله برپا میکنی و همین خاطر میگم تنها سخت کوش نباشین بلکه هوشیارانه کار کنین هوشیارانه کار کردن معنایش است که یک کار از فکرت استفاده کو بهترین روشه به کار ببند دوستای نازنینم ما از بودن شما از دوستی شما دلگرم هستیم خداوند خیرتان بده همی که برنامه رو تقیب میکنیم امی که از درس ها استفاده میکنیم همی که پیامک های شیرین و خوب میمانین و از کسایی که برنامه ما رو در صفحه خود شریک میسازن دیگه دوستایش آشنا میکنن، بوست میزنن چینل ما را و از کسایی که مایت مالی میکنن برنامه ما خانه آباد کسایی که کمک مالی میکنن ما میتونیم یک کتاب به خوش کنن بگن من اینی کتاب خوش دارم این قپولم میتونم کمک کنم به برنامه تان همورا ما به نامش عکس شان برتان مندازیم میگیم اینی ای آدم اینی ای پول کمک کده اینی ای کتاب برتون تشریح میکنیم این برنامه تنها برنامه من نیست این برنامه میلی است تلاش ما ما دنبال شهرت و محبوبیت و پول و موقف و گپا هدف ما یک گنجینه علمی بر افغانا جور شد که هر عنوان کار داشتن بیان به یوتیوب سر بزنن استفاده کنن ولی بطنهای یک ذره زمان برست ما بر علاوی که کار میکنم وقت خودم میمونم، انرژی خودم میمانم ماش خود حساب نمیکنم ماشه کرای جای حساب نمیکنم تنها از این سبت از برنامه و ایدتش و انتقالش تا به یوتیوب ما پینجا هزار شست هزار افغانی ما مصرف میشه که خوب دست گرفته کار میکنیم به برنامه مصرف داره یوتیوب ما نداره تا که به خیر هنوز افغان ها متاسفان اکثریتش در برنامه های مزخرف مصروف هستند ای کاش به یک روزی فکر مردم مشاکنه به جای برنامه مزخرف امی کتاب اگر بشنون یاد بگیرن قوانین شمالی کنن سبب پیروزی و سبب رشدشان میشه به از شما سپاسگزار هستیم دوستتان داریم با امید تموت یک روز تلاش میکنیم که به خیر امکانات ما خوب شو از دیگه استادای گرانقدر دعوت بتانیم برشان یک کرای را و یک چای داده بتانیم که به خیر برنامه تیبی و جامعه شناسی و دینی و موارد مختلف و خدمتتان توضیح کنه ولی اگه او کارام نشد من تا کل عمر به خیر که زنده خدمتتان برنامه را کردم خدا حافظتان